سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چجوری آسمون تصاویر و ویدیوهامون رو به صورت خیلی راحت با پریمیر عوض کنیم. پس اگه دوست داری با این افکت خیلی جذاب آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا به یه تدوینگر حرفه‌ای تبدیل بشی. پس اگه به پریمیر علاقه داری و ویدیوهای بعدی منو نمیخوای از دست بدی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی باکیفیت‌تری برات تولید کنم. این افکتی که میخوایم امروز با هم دیگه کار کنیم نیاز به هیچ پلاگینی نداره و میخوام بهت یاد بدم چجوری با استفاده از نرم افزار پریمیر آسمون تصاویرمون رو به راحتی عوض کنیم. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کار رو با هم دیگه بزنیم. من برای اینکه وقتمون تلف نشه دوتا تصویر اینجا آوردم که با هم روشون کار کنیم. تصویر اولمون رو با هم دیگه ببینیم به چه صورتی هست. همونطور که دیدیم ویدیو اولمون از یک کوه و آسمون تشکیل شده و دوربینمون به سمت راست میرفت و اینجا یه سری ابرهای سفید هم داشتیم. توی محله اول از پنجره افکتمون بعد افکت کالور کی رو سرچ کنیم. همونطور که می‌بینید اینجا این افکت رو برامون آورد و من با یه درگ ساده اونو توی ویدیومون قرارش میدم. و همونطور که می‌بینید الان توی پنجره افکت کنترلز این افکت رو برامون آورد و مورد اولی که داریم کی کالر هست. از این قسمت ما اون رنگی که می‌خوایم حذف کنیم و با استفاده از این قطره چکون می‌تونیم انتخاب کنیم. من مثلا روی این قسمت آبی رنگمون می‌زنم و با استفاده از کالر تولرانس می‌تونیم درصدش رو زیاد کنیم تا اون رنگ رو برای ما به قشنگی حذف کنه. من الان نشانگر موس رو بردم اینجا و به سمت راست میکشم و همونجور که میبینین داره این رنگای آبی رو برای ما حذف میکنه. اینو باید تا جایی زیاد کنیم که از تصویر اصلیمون رنگی کم نشه. من یواش یواش اینو زیاد میکنم و الان همونطور که میبینین یه قسمتی از اون بیابون و دشتمون هم حذف شد. اینو میارم به سمت چپ تا اینجایی که دیگه هیچ قسمتی از این دشتمون حذف نشده باشه. پس اینو باید تا موقعی زیاد کنیم که از تصویر اصلیمون چیزی حذف نشه. و حالا برای اینکه بخوایم این قسمتایی که از آسمون مونده رو حذف کنیم باید چیکار کنیم؟ من یه بار دیگه این افکت کالر کی رو برمی‌دارم و روی ویدیومون میندازم و اینجا می‌بینیم یه بار دیگه این افکت رو برای ما نشون داد. الان میتونم با استفاده از این قطره چکون مثلا این رنگ سفید رو انتخاب کنم و تولرانس رو دوباره یکم زیاد می‌کنم تا اینجا رو هم برای ما حذف کنه. اینجا رو یواش یواش میریم بالا تا از تصویر اصلیمون قسمتی حذف نشه. تا اینجا بسیار عالی هست. بریم ویدیومون رو ببینیم یه بار از اول. من فیلممون رو پلی میکنم و دقت کنیم ببینیم همه جای آسمونمون حذف شد یا نه، چون بعضی مواقع یکم فیلممون که جلو عقب میره ممکنه یه قسمتایی از آسمونمون به درستی حذف نشده باشه. بسیار عالی. و الان دیدیم که همه جای این آسمونمون مشکی بود و یعنی تونستیم اونو حذفش کنیم. برای اینکه این افکت رو بتونیم اعمال کنیم اونو یه لایه بعد بیاریم بالاتر و ما آسمونی که داریم، من حالا یه ویدیویی گرفتم از یه آسمون، اونو ببریم زیر این ویدیومون قرار بدیم. حالا اگه من برم ابتدای ویدیومون میبینیم اون قسمت آسمونمون حذف شده و این آسمون جدید و زیر کارمون قرار داد و الان انگار این آسمون آسمون اصلیمون هستش. میتونیم یه مقداری پوزیشنش رو مثلا جابجا کنیم، اونو بالا و پایین تر ببریم. حالا اینجا ستاره ها قشنگ تر معلومه دیگه، خیلی هم بیارم بالا از کادرمون خارج میشه، میبرمش پایین تر. و الان اگه فیلممون رو پلی کنم میبینیم که آسمونمون به چه قشنگی عوض شد. هی دقت کنین یکم ممکنه این لبه های کوها یه ذره مشخص باشه. اگه من روی این
لایه دوممون که تصویر اصلیمون بود کلیک کنم. اینجا ما دوتا گزینه دیگه هم داریم، اچ تین هست، یکی اچ فدر هست. اگه من اچ تین رو زیاد کنم از اون رنگی که ما حذف کردیم، یه مقداری از لبه ها دوباره شروع میکنه حذف کردن. حالا اینجا چون تصویرمون به قشنگی جدا شد خیلی شاید جالب نشه، میبینیم یه مقداری از اینجاها و از لبه های کارمون شروع کرد به حذف کردن و اینا. توی پروژه هامون معمولا یک تا دو تا میتونیم بالا ببریم برای جاهایی که حالا لبه های کارمون خیلی تفکیک نشده بود. روی اون یکی کالورمون هم میتونیم اینو زیاد کنیم، میبینیم که از تصویر لبه های کوهمون داره کم میشه و از اون دشتمون هم یه مقداری کم شد. مگه اینو برگردونم میبینیم که از اون لبه های کوهمون داره اضافه میشه. این اچ فدرم یه حالت محوی میکنه اون لبه هامونو و حالا میتونیم اینجا یه مقداری فقط فدر بدیم تا کارمون خیلی قشنگتر و محوتر در بیاد. من یه بار دیگه فیلممونو پلی میکنم ببینیم به چه صورتی در اومد. و دیدیم به چه قشنگی و چه راحتی تونستیم این تصویر آسمونمون رو عوض کنیم. من میرم اول فیلممون و برای اینکه یه حالت طبیعی ترم کارمون پیدا کنه، چون تصویر آسمونمون یه حالت شبی پیدا کرد، میتونیم رنگ این قسمت کوهمون هم عوض کنم. میرم توی منوی ویندوز و لومتری کالور رو انتخاب میکنم و روی تصویر اصلیمون که تصویر بالایی بود میرم و از اینجا میتونم یه مقداری مثلا تمپریچرش رو ببرم به سمت آبی، یه مقداری اکسپوژر رو بیارم پایین تا رنگمون تیره تر بشه، کانترست رو یه مقداری میبرم بالاتر و مثلا میتونم وایت ها و هایلایت ها من کم کنم تا اون نور تصویرمون بیشتر گرفته بشه، میتونم یکم بلکمونم بیشتر کنم و الان میبینیم که ویدیومون به نظر خیلی قشنگتر و حالت طبیعی تری پیدا کرد. این تصویر اصلیمون هست و این تصویری هست که ما درستش کردیم. فیلممون رو پلی میکنم مجدد. ما میبینیم کارمون خیلی حالت طبیعی تر و قشنگ تری پیدا کرده. حالا خودتون اگه یه مقداری زمان بذاریم میتونین اینو خیلی قشنگ تر در بیاریم. من میرم سریع روی تصویر دوممون تا این تصویرم با هم دیگه کار کنیم. افکت کالور کیو میندازم روش، با استفاده از این قطره چکونمون آسمونمون رو انتخاب میکنم و با تولرنس اینو یه مقداری بیشترش میکنم تا آسمونمون حذف بشه. اینو تا جایی بالا میبریم که از تصویر اصلیمون هیچ نقطه‌ای حذف نشه. الان قسمت از دریاچه همونطور که میبینید داره حذف میشه، اینو برش میگردونم عقب و میتونم یه بار دیگه این افکت رو بندازم روی تصویرمون تا این قسمت آسمونم حذفش کنم. یه مقدار اینجا رو زیاد میکنم تا این قسمتم حذف شه و حالا میتونم از این اچ‌تینمون یکم اینو زیادتر کنم تا اون لبه های درختمونم یه مقداری بیشتر حذف بشه. همونطور که میبینید من روی یک که بردم یه قسمت سفید کارمون تقریبا رفت، خیلی خوبه. میتونم یکم فدرم بدم تا محفتر کنه و روی اون یکی هم حالا میتونم امتحان کنم ببینم چجوری میشه. خیلی زیاد نباید کنین، خیلی دقت کنین توی زیاد کردن اچ‌تین. و حالا ویدیومو پلی میکنم تا ببینم این قسمت آسمونمون به درستی حذف شده یا نه. همونطور که میبینید الان اینجاهای تصویر رو اگه دقت کنیم میبینیم اینجاها هم یه قسمتایی حذف شده. این نشون میده که ما تلورانس رو خیلی بالا بردیم. یه مقدار تلورانس رو کم میکنم تا از آسمونمون قسمت سفید رنگی نیاد. فکر میکنم مثلا تا اینجا خوب باشه. اون یکی هم امتحان میکنیم و میام اول ویدیومون رو پلی میکنم ببینیم به چه صورتی در اومد. الان همونطور که دیدین کارمون خیلی بهتر شد و اونو میارمش لایه بالایی قرارش میدم و این آسمونی که حالا من از قبل انتخاب کردم و میبرم پایینش قرار میدم. میرم ابتدای ویدیومون ببینیم به چه صورتی در میاد. فیلممون رو پلی میکنم و میبینیم که الان به قشنگی آسمونمون تغییر کرد. اینجا مجدد میتونیم یه مقداری پوزیشنش رو از این قسمت حالا
بالا و پایین کنیم تا بهترین جایی که میشه آسمونمون رو قرار بدیم. الان هم ماهمون معلومه هم آسمونمون معلومه و اینجا میتونیم دوباره روی تصویرمون کلیک کنیم و یه مقداری تصویرمون رو تیره تر کنیم تا کارمون خیلی طبیعی تر بشه. اکسپوژر رو کم میکنم، کانترست رو یک مقدار زیاد میکنم، هایلایت ها و وایتمون هم کمتر میکنم و یه مقداری هم میتونم بلکمون هم کمتر کنم. بریم ویدیومون رو ببینیم. و دیدیم به چه راحتی تونستیم آسمون تصویرمون رو حذف کنیم و حالا شما یه مقداری با این کالر ترانس و اچ‌تین و اچ‌فدر اگه یه وقت بذاری میتونین خیلی قشنگتر و ظریفتر این کارتون رو در بیاری و میتونین حالا آسمون های مختلفی انتخاب کنین، همرنگ تصویرتون باشه و از قسمت لومتری کالر هم که میتونستین یه اصلاحی روی رنگ تصویرتون اعمال کنین. خب همونطور که دیدیم به چه راحتی و به چه سرعتی ما تونستیم این افکت جذاب رو روی ویدیومون اعمال کنیم و شکل ویدیومون رو کاملا تغییر بدیم. این افکتمون البته روی هر ویدیوی ما نمیتونیم اعمال کنیم، بیشتر به درد ویدیوهایی میخوره که تصویر آسمون و محیطمون تقریبا رنگاش مجزا هستش، یعنی که خیلی جزئیاتی مثلا شاخ و برگ و پرنده و اینا توی آسمونمون نداریم. حالا خودتون یه مقداری با این کالر ترانس و اج فدر و اج تینی که بود کار کنین میفهمین که روی چه ویدیوهایی میتونین این افکت رو اعمال کنین. حتما اگر از این ویدیوهای من خوشت اومده کانال منم سابسکرایب کن، اون زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با پریمیرم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی کنم، تا ویدیوی آموزشی بعدیمون خدا نگهدار.